صبحتان بخیر بازم به با ساعت سوم برنامه, برنامه صبح ها زندگی خوش آمدین صبح برفی و بارانی هم شما عزیزان بخیر هر کجایی که هستین خوشحال و صحتمند باشین و در ساعت سوم برنامه هم ما را تنها نگذارین ورزش و سرگرمی از جمله ملزومات زندگی هر فرد هست ورزش برای سلامتی بدن و سرگرمی برای سلامتی روان انسان اما اینکه چگونه ما بتونیم این هر دو سلامتی را در کنار خود داشته باشیم و چگونه بتونیم این جایگاه برسیم بحث می داشته باشیم با محترم دکتر صاحب احسان نوری روانشناس عزیز که امروز در استدیو صبح زندگی با ما هستند دکتر صاحب خوش آمدین و صبح و زندگی صبح برفی شما بخیر شما سلامت باشین بنامان که بودن ما یاد از او سلام تقدیم می کنم خدمت شما و خدمت بیننده های نازنین تان که برنامه خیلی زیبا شما رو می سلامت باشین خیلی هم ممنون از اینکه تشریف آوردین شما دکتر صاحب بکنیم از خود ورزش و سرگرمی که چگونه بر روان انسان ها تاثیر داره خب اول روی ورزش ورزش میتونن خودش یک سرگرمی باشه نه. یعنی بعض افراد اوقات که خالی دارن اینا رو استفاده میکنن برای سرگرمی و اینا مثلا یک وقت خالی دارم، میگه خوب از با دوستای خود بریم یک جای چکر بزنیم مثلا یک کس ورزش دوست داره برن و دوستای خود جمع میکنه میره ورزش میکنن. و اتفاقا ورزشایی که میتونه به مسابقه یک سرگرمی باشه با مثلا امه. شما شاید ورزش کرده باشین مثلا من علاقمند بالینگ هستم چون در کنار ازی که ورزش هست میتونه سرگرمی, سرگرمی خوب باشه تنیس شطرنج به است یعنی بعضی کسا دوست داره که کار اما ورزش فیزیکی که ما میکنیم و مثلا دوش میکنیم ورزش های مثلا رسمی وجود داره این ورزش ها خیلی تاثیر داره برای روان ما یعنی کسایی که ورزش ها رو میکنن بدون از اینکه وقتشان مثلا فر وقت فراغتی که داشتن اونا رو پر میکنن و خیلی خوبه سرگرمیز برشان و دوم دیگه بالا جسم و خیلی تاثیر میکنه شما زمانی که ورزش میکنید هورمونای سطح هورمونای شادی اینا بلند میره و تشویشات کاملا از بین میره شما یگانه کاری که میکنید به خاطر رفع تشویشاتون میتونید ورزش و سرگرمی خیلی خوب است که ما هم ورزش کنیم هم سرگرم باشیم روی یک موضوع و بعضی افراد و اگر سرگرمی رو جدا بگوییم که والا تلفن ها استفاده میکنن دیگه کلاگی تلفن استفاده میکنه و این خودش میدونه که سرگرمی باشه اما ما از اون چیز یاد نمیگیریم سرگرمی خوبه دارشمند ها میفهمین چی میگه سرگرمی خوب میگه سرگرمی است که ما در پهلوی ازی که مثلا ما سرگرم یک چیز هستیم و اوقات فراقت خود به او پر میکنیم یک چیز رو یاد بگیریم و حتی بدون ازی که چیز یاد بگیریم در خارج کشور مثلا گیوای ساخته شده که مثلا شما هم سرگرم هستین هم پول تولید میشه براتون <تصفح> یعنی خیلی خوب است دیگه که ما هم مشکل مالی خود حل میکنیم هم سرگرم هستیم و هم هوش مالی ما بلند میره یا میتونی پول پیدا کنیم یعنی خیلی خوب استفاده حتی در معرف بعضی از کشورها از این سیستم استفاده می کنند مثلا در مضامین بز... ریاضی شون که طفلایی که خردسال هستن علاقه به مضمون ریاضی ندارن به این طریق بازی به این شکل پیش برن به این شکل هست. یعنی ما خیلی خوب است که سرگرمی ما چیزی باشه که برای ما فایده داشته باشه آها. بعضی کسا روی فایدهش کار نمی کنه خب میگه گمش که سرگرم <تصفح> باشیم خوب است که خیلی به نظر من خوب نیست یعنی بعضی کسا روی در فیسبوک چیزایی رو پست های رو پست میکنه و مردم میای روی از, از اون وقت میگذاره و نظر میده و کامنت میده و نه اینا با پیر سلام با بیرقایت بالای چه حرفا چی معنا میده باز میان کاکستی و فلان هستی کامنت میمانن وقت خود در چی میکنه جوان ما همین که باز وقت ما میریم روی مثلا میگه جوان بیکار از افغانستان خیلی بیکاری است خود خود بیکاری است دیگه جوان ما صرف چی وقت خود میکنه جوان ما اصلا نمیره روی تحقیقات روی مثلا که چطور شخصیت خود بسازه روی زیرا میره سرگرمی ما چی است سرگرمی اون چیزایی که اصلا بدرد نمیخوره اگر سرگرمی شما که وقت شما رضایی میکنه و اصلا به درد شما سرگرمی باید چیزی باشه که ما هم آموزش ببینیم و هم برای فایده داشته مثل ورزشی که ما گفتیم که خیلی خوبه شما آه. ورزش کنیم سرگرم بشین و جسم و روح و روان تمامش خوب بسازه یعنی شما هم صحتمند میباشین از نظر جسمی هم نظر روان که خیلی ورزش خوب است و سرگرمی های دیگه که میتونید استفاده کنین هر سرگرمی میتونه کتاب, کتاب خواندن باشه بعضیا سرگرمیشون کتاب خواندن است استاد یک مسئله خیلی مهم دیگه بر ما اگر بیاین شما نظرتون در این مورد داشته باشین ما معمولا در جریان روز همگی طبق روال زندگی خود کار خانه را انجام میتیم نماز میخوانیم کتاب میخوانیم به دفتر میریم ولی هیچ گاهی خیلی کم وقتی است که ما از کارهای زندگی خود لذت میبریم بیشتر در کار خود یا در درس خود یا در زندگی روزمری خود دنبال سرگرمی در امی کارهای خود نیستیم چگونه کارهای روزمری خود را به شکلی بسازیم که بر ما بتونه یک سرگرمی باشه بازم ها میگن که سرگرمی ادفش رضایتمندی شخصی است یعنی ما زمان سرگرمی خوب داریم که راضی باشیم <applause> اگر ما راضی نیستیم سرگرمی نیست مثلا یک کس خب یک خانم است که اصلا دوست نداره جارو کنه خانه را و میخواد جارو کنه خسته کنه چون دوست نداره دیگه او سرگرمی نمیتونه باشه ما او رو به با عادت باید تبدیل کنیم کارهایی که ما دوست نداریم باید به با عادت تبدیل کنیم به خاطر چی که چیزی که عادت ما باشه و بدون اینکه فکر کنیم میریم اون کارو میکنیم چرا عادت کردیم <applause> <آه، تصفيق> کارهایی را که دوست نداریم همیشه شما کار را که دوست نداریم و خیلی خسته کننده است تبدیل کنید به عادت به عادت که تبدیل کنید شما کار را میکنید و فکرتون جای دیگه است اون کار خلاص میشه شما چرا عادت شک... شش... چه شکلی آه... بیای میره به عادت تبدیل تکرار کنید خیلی تکرار کنید خیل ما چیزی را که بخوایم به عادت تبدیل کنیم تکرار کنیم یعنی شما هر روز مثلا خود معذب بسازید اگر دوستام ندارین 15 روز الی 20 روز کار کنین تکرار تکرار انجام بدین متواتر و تکرار زیاد باعث میشه که تبدیل شه به عادت و شما کارهایی را که دوست نداره تبدیل میشه به عادت و خیلی خوب است که کارهایی که دوست نداشتین وال انجامش میدین و خیلی راحت انجام شما شما رو آزارم نمیده بعضی ها زر شستن خیلی دوست ندارن. مثلا جارو کردن خیلی دوست ندارن. لباس شستن. یعنی اونا رو لباس شستن بشه اونا رو به عادت تبدیل کنن و وقت به عادت تبدیل شد شما فکر جای دیگه است و اونا به عادت تبدیل شده و میتونید خیلی راحت اون کارا رو کنی اگر به عادت تبدیل نشه خیلی سخته شما فکر میکنید کال ما باز برام این کارا او از کجا شروع کنم خیلی خسته کنن دست دیگه شما دربارش فکر کردین که ما این مسیر باید برم که خیلی خسته کن میشه اگر شما با عادت تبدیل کنید راحت میتونید کارا رو کنید آ کار خوبتون به عادت تبدیل نکنید مثلا فکر کردن شما به مسائل خیلی خوب به عادت تبدیل نکنید یه مثلا نماز خواندن دون به عادت تبدیل نکنید اونها کیفیت خود از دست دیگه ما کارهای خوب خود به عادت تبدیل نکنیم به خاطر که کیفیتون از بین میره ما او را باید به با علاقه خود انجام بدیم که کیفیت و لذت او را بفهمیم که خیلی خوب میشه خیلی عالی بین استاد از والدین بر ما بگوین والدین چگونه میتونه که افرا... می... که در خانواده خانوادهشان هست اینا رو تشویق بایی بکنن که روزانه سرگرم باشن و در کنارش فعالیت هایی که اطفال انجام میدن و خواستایی که پدر مادر از طفل خود داره اینا رو به شکلی برای اینا تلقین بکنن که هم برشون سرگرمی باشه و همینا بتونن که همین نتیجه رو بگیرن از کجا آغاز بکنن چقدر پدر چقدر سوال خوب است دیگه یعنی پدر مادرها در وقت کودکای خود کودکای کسی ش... کسایی که میشرم دیدید کودکا میشم گوشگیر است ضعیف هستن یک یک آدم هستن که اصلا میمون دوست نداره میمون که می فراز. اینا فرار میکن یعنی ما کاری که میتانیم به اینها ورزش خیلی خوب است یکی از چیزهایی که کودکای ما که مثلا می شرمن شرم دو هستن یا اعتماد به نفس خوب ندارن این ضعیف هستن یعنی ضعف اونا باعث شدن که اینا همیشه ضعیف باش زیر تاثیر برن مثلا از خود دفاع نمیتونن مثلا در مکتب خیلی لط خوردن اینا دیگه حال ضعیف شدن فکر میکنه که ما اصلا به نمیخوریم و خوب است که اینا ورزش کنن خب و اعتماد به نفس برن اینا جور که من میتونم دیگه از خود دفاع کنم و خیلی خوب میشه و زمانی که کودک شما شما میرین بر یک سرگرمی درست میکنید که ورزش خوب ترین سرگرمی است که میتونه اینا داشته باشن و یکی از کارهایی که ما میکنیم به اونا گیم های جنگی را که خیلی کار بد میکنیم در کل یعنی گیم های جنگی چی به درد اونا میخوره و اتفاقا خیلی معمول هم هست در موبایل در پلی استیشن در هر چیزی که متوجه میشیم فقط همین گیم آدم خورا گیم های جنگی تفنگچه برشان میخره با اونا تفنگچه بازی میکنه که اصلا کلی اینا روان و کودک ما رو من نمیگم گیم خیلی خوب است گیم هایی که مراحل داشته باشه میشن داشته باشه که ما بریم از یک مرحله به مرحله دیگه کودک باید استفاده کنه که مغزشان انکشاف میکنه با این گیم اما اگر ما طرز استفاده گیم بازم نمیفهمه فرهنگ استفاده شه بس کودک خود آسیب میزنیم دیگه طبعا و خوب است که کودک های بعد ورزش تشویق کنین زمان کودک در کودکی خود ورزش کنه در بزرگی اصلا احساس عقارت و شرم و این چیزا نمی داشته چون یک اعتماد به نفس برش میده و یک فرد صحتمندم در کل میباشه خیلی عالی حالا کودک را مشمول این قضیه ساخته میخوایم از بزرگ سالا بر ما بگین که یک عده زیادی از افراد خانواده های ما بزرگ سالایی هستن که حالا به سن سال نیستن که برن کار بکنن اینا چگونه ورزش بکنن چگونه بر خود یک سرگرمی ایجاد بکنن چگونه بتونن حداقل رضایت خود حاصل بکنن و حداقل در دوره پیری که هستن یک پلان منظم بر زندگی خود داشته باشن برمیگرده به با بازنشستگی دورانی که اصلا کار نمیکنن یا بازنشسته نمی هستن و خیلی دوری خسته کنه ن... چرا اینا دیگه هدف نداره خب میگه آخر شد دیگه تو همینج هدف داشتم من همیشه میگم میگم اینقدر هدف های بزرگ بسازین که شما رو تا 100 سال دیگه به شور هیجان داشته باشه تا, تا آخرین روزی, روزی که, روز که زنده هستین شما هم هیجان داشته باشین یعنی هدف بسیار خرد نسازین که شما 40 سالش هم برسین به او 40 سال خسته میشه میگه خب چی شد دیگه آره دوش کردم تا چل سال از بیست سالگی که من تلاش میکردم به این امروز رسیدیم خب چی شد نه خسته کن میشه یعنی ما قدر اهداف بلند بر خود بسازیم که تا 80 سالگی تا 90 تا زمانی که زنده هستیم تا شب که زنده هستیم او شور در, در ما باشه او زمان است که ما خسته نمیشیم و تلاش میکنیم اگر اون شور و و انگیزه بر ما نباشه و اهداف ما کوچک باشه و به با اون نمیرسیم یعنی ما در اون زمان خیلی خسته کن است و اینا نمیتونن تقسیم اوقات خیلی خوب درست کنن چرا میگه خب دیگه ما بازنشسته شدیم مثلا بعد از نمیخوریم چیکار کنیم استاد از مثال از این اهداف بر ما داشته باشید. کدام اهداف میتونه تا آخر آم رو با ما باشه و در کنارش همون شور و شوق دوری تفلیت و جوانی را که ما با خود داریم در دوره پیری هم با خود داشته باشیم من همیشه میگم که شما وقت هدف تعیین میکنین از اون طرف تعیین کنین نه از این طرف ما یک از مشکلایی که داریم مثلا از آخر تعیین کنن از, آخر تعیین کنن مثلا من میگم احمد احمد 70 ساله میخواد در آخر زندگی خود چیکاره باشه آها. در آخر زندگی خود در اوج موفقیت خود باشه چیکاره باشه مثلا اون میخواید یک رئیس جمهور باشه باید تلاش کنه تا آخرین مرحله و اگر رئیس جمهور هم نشه به اون شور و شوق اشتیاق باشه امرای هست و تلاش میکنه امرای از او ما چیکار میکنیم ما اهداف خودم یک ساله م... کوتاه مدت یعنی خیلی میگم یک سال با کاره باید شم. دو سال بعد این از این طرف غلط است از طرف درست است اهداف از او طرف از اون طرف شورشتی ها خجات میکنه یعنی ما خدا یک رئیس جمهور رو میبینیم مردم مرد رو مرد میبینیم چقدر خوبه چقدر مردم ما رو تحسین میکنه یعنی ما خدا در یک رویای خیلی خوب میبینیم این زمان است که ما هدف ما خیلی خوب است و با هیچ وقت خسته نمیشیم اما شورش ها همراه ما است اگر اهداف ما خرد خود باشه باز ما اهداف بزرگ به طبقات کوچکتر میتونیم تقسیم کنیم و این خیلی خوب برای ما خوب میشه که زندگی ما اصلا خسته کننده نمیشه اگر ما بگیم خب 5 سال بعد ولی لسانش مستش میخواد را گرفتی چی میشه دیگه باز می خسته خب چی شد دیگه گرفتم تمام شد اگر اهداف ما خیلی بلند باشه و از او طرف تعیین کنیم و ما خود در سن خیلی 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 پیری ببینیم که ما چیکار هستیم <تصفح> آخر ما چیز آخر آخر ما چیز اوج خود ما رو ببینیم این زمان است که خیلی انرژی داریم وقتی میبینیم اوه ما در کجا رفتیم باید بریم کم کم میری بریم و در اون جایگاه میرسیم انشاءالله بله یک بار از جایگاه خیلی ها بلند خود را ببینیم و پس از تو تصمیم بگیریم که ما روال زندگی روزمره خود را چگونه و با پیش بریم تا به جایگاهی که حداقل مد نظر گرفتیم برسیم استاد یک تعداد زیادی از افرادی که در جامعه امروزی ما زندگی میکنن مادرها خواهرها و زنایی هستند که به خانه هستند معمولا مصروف تلویزیون دیدن هستند مصروف کارهای خانه هستند آشپزی هستند تربیت اطفالشون هستند و این همه مسائل و کارهای روزمره زندگیشان هست بین از ورزش برای خانما بر ما بگویند کدام ورزش ها را اینا انجام بدن که به نحوی بتونه برای اینا سرگرمی باشه سلامت روحی خود حفظ بکنن در کنارش سلامت بدنی داشته باشه میگه افرادی که افسرده است خانم یا خانم که دو چند مرد افسرده میشه بله. میگه اونا یگانه کاری که میتونن ورزش باید کنن. یعنی عدقل کار بر اولین چرا ما یکی از فرهنگ که متاسفانه ما داریم ما یک سرگرمی دیگه در خارج کشور سرگرمی اونا میفهمین چی است هر هفته سمینار دارن میره سمینار روان خود شاد میسازن روان خود تازه اما اینجا چی کار وقتی ما میگیم که میگیم سمینار هست بیاین اشتراک کنیم هیچ کس اشتراک نمیکنه هیچ خانواده علاقه مند این حرفا نیست که بشنون چرا همیشه که افسرده و خسته و بدون سرگرمی نشستن در خانه همیشه خسته هستن دیگه غیبت دیگه دیگه کار نداشته باشیم پشت یکی بگو پشت دیگه بگو چی از بعد میاریم ما واقعا پس خانوما یگانه کاری که میتونن ورزش باید کنن میشه ورزش خیلی ساده هم. دوش ماشین های دوش باشه خیلی راحت به او استفاده کنن و خیلی کمک میکنه بعد از که ما هم مصروف میشیم و یکی از چیزایی که ما را خسته میسازه زندگی ما سرگرمی و مصروفیت خوب نداریم با. یعنی اصلا بیکار مانی خب کس که بیکار مانه چی کار میکنه فکر میکنه چی فکر میکنه فکرای بد منفی میکنه هر کس بد میگه در فکر خود هر عرفایی که ده سال پیش هم یک کس بهش گفته او را میایه در یادش چرا بیکار هست دیگه اینا را چرخ داده میره این و ای بزرگ میشه نه؟ با. ما زمانی که بیکار باشیم بدترین کار است یعنی ما بدترین کاری که داریم بیکاری است باید بیکاری از بین ببریم و بریم خود مصروف کنیم ورزش کنیم کتاب بخوانیم مطالب خوب دنبال کنیم برنامه‌های خوب تلویزیونی را که مثلا با آگاهی ما را بلند آها. میبره دنبال کنیم تمام اینا کمک است برای ما که ما اصلا خسته نشیم خیلی حالی استاد می‌خوام من حیث آخرین کلام از های ذهنی بر ما بگوییم که میتونه روان انسان را و ذهن انسان را کاملا راحت بسازه و کاملا تازه بسازه به خاطر از اینکه ما ذهن ما با آرامش برسه <applause> و ورزش ذهنی گفتین که ما چطور عضله ذهن خود بزرگ کنیم و مثل که ما ورزش میکنیم عضلات بدن خود بزرگ میکنیم زیاد کتاب بخوانیم هر قدر که ما بخوانیم هر قدر که معلومات یاد بگیریم آوازی ما قوی میشه نه ضعیف <applause> بعضی کسان میگن که خب ما قدر, قدر که بیخی آوازی ما ضعیف شده با خواندن حافظه آدم ضعیف نمیشه اصلا شما هر قدر معلوماتتان زیاد میشه و حافظیتان خیلی قوی میشه این زمان است که اگر شما نخوانه این خراب میشه شما با خواندن حافظیتان خراب نمیشه با خواندن حافظیتان تقویه میشه و خیلی خوب است همیشه در حال آموزش باشیم میگه زندگی خوب ساختنیست آن را آگاهانه بسازید بله خیلی حاضر با خیلی ممنون باشی. از اینکه امروز تشریف آوردین و گفتنی های خوبی در رابطه با طبقه های مختلف امروز و سرگرمی های مختلف برما داشتین روزتان خوش خیلی ها ممنون شما سلامت, سلامت باشین باشی. تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین